سلام او درناوی تاسو د سولې پروګرام ګورئ زه مریله باسینم د بین الافغاني مذاکرات د ژر پیلېدو خبرې تودې شوې دي که څه هم ویل شوي چې دوه ورځو کې به دا پیل شي په ورته حالت کې مصالحې عالي شورا خبر ورکړی سې شنبې ته به د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم دوحې ته ورسېږي او طالبانو سره احتمالا مخامخ خبرې پیل کړي د دوی په وینا اجنډاوې او موضوعات هم روښانه شوي او پرې مشورې هم شوي خو طالبانو که څه هم شین څراغ ښودلی دی او په ورته حالت کې وایي مذاکرات حل یوازنۍ لاره ده خو په عمل کې نیوکې دا دي چې طالبان مذاکرات ته ډېر زړه نښه کوي نو بیا د طالبانو هدف څه دی په دې هکله اوږده بحثونه له تیرو څو میاشتو راهیسې شوي دي او د طالبانو اراده د سولې لپاره تر پوښتنې لاندې ده په عیني حالت کې نړیوال د امریکا په مشرۍ نیټو هیوادونه د افغانستان د قضیې او راتلونکي په تړاو په بحثونو بوخت دي سبا د جون په لومړۍ نیټه د نیټو عمومي ناسته ترسره کیږي دفاع وزیران باید د افغانستان وضعیت هم تر بحث لاندې ونیسي او په ورته حالت کې دفاع وزیر اسدالله خالد چې له څو میاشتني ځنډ وروسته بیرته خپلې دندې ته له درملنې وروسته راګرځېدلی دی هم ډاډ ورکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز روزنې او ملاتړ په برخه کې د نیټو ملاتړ لا هم له ځانه سره لري او 2024 کال پورې به دا مرستې دوام پیدا کوي نیټو هم تمه کیږي چې سبا د جون په لومړۍ دغه ژمنې بیا تازه کړي او احتمالا د ځینو مرستو د زیاتېدو په هکله هم ځینې خوشبینۍ په افغان دولت کې موجودې دي او په دې برخه کې ویل کیږي چې لابیزم هم روان دی او بحثونه شوي دي په بل اړخ کې بیا ځینې ناتایج شوي ریپورټونه دي چې د افغانستان په قضیه کې هغه هم مهم بلل کیږي که څه هم پاکستان د افغانستان په 43 کلنو غمیزو کې تر ټولو ورانکاره هیواد یادیږي خو بیا هم له دغه هیواد د سولې په برخه کې د ملاتړ او همکارۍ غوښتنې تر څنګ د دې هیواد نه له یوې خوا د افغانستان په خاوره باندې بریدونه کیږي تازه یې په چین کې ملیشیي ځواکونو بریدونه کړي دي او په دې هکله دا مسایل تایید شوي هم دي هاخوا ته بیا همدا هیواد د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ ډاډ ورکوي د طالبانو په ملاتړ تورن دی او په ورته حالت کې طالبان کله چې مشورې کوي پاکستان ته ورځي په دې هکله اوږدو بحثونه لا هم موجود دي خو موږ به د سولې په دې بحث کې د دې برخه کې تم شو چې د سولې پروسه بالاخره څه ډول یو پروسې باندې بدله شوې په داسې حال کې چې بهرنی اړخ په نظامي ډګر کې توقعات دا دي او لکه هغه ډول چې امریکا او نیټو اعلان کړی د سپتمبر تر 11 او یا ښایي له هغې یو یا دوه میاشتې وړاندې پای ته ورسیږي دا به څه تاثیرات د افغانستان په برخلیک او په سولې پروسه پرېږدي تم کیږو لومړي سر کې رپورټ وګورئ دلته یو شمېر سیاسي څېرې راټولې شوي تر څو د سولې پروسې پر وړاندې پرتو خنډونو ته حل لاره پیدا کړي پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د سولې له پروسې سره پروژه چلند کیږي له همدې کبله دا پروسه نتیجه نه ورکوي تر هغه چې د سولې بهرنۍ پروژه په ملي باندې بدله نه شي افغانستان سولې ته نه شي رسېدی جای داری خدا کنه که طالبهای ما تحریک اسلامی طالبها حکومت خود ما بیاین بگیم که بریم با بامیان هم موتل خوبش داره والد اونجا هم هوای مقبول داره ماجا تیر کندیشن نیست او مردم خب خنک بند امیر آب زیبا و هتل مقبول و خاک خود ما په داسې حال کې چې د افغانانو خپل منځي خبرو نتیجه نه ده ورکړې د مشرانو جرګې لومړی مرستیال په دې باور دی چې د سولې مذاکرات د طالبانو د جګړې فکر امریکا ناسم سیاست او د کورنۍ اجماع په جوړولو کې د حکومت ناکامي د دې سبب شوي چې دا پروسه له کړکېچ سره مخ شي ما مردم افغانستان ابتکار صلح کشورمون را به دست بگیریم اما دید ما ای است که رسیدن به این آرمان بزرگ بسیار فاصله داره متاسفانه چون جنگ افغانستان و صلح افغانستان به دست خارجی هاست ملی پخلاین علی شورا وی د افغانستان سولې پروسه کې بهرنۍ نقصې معصره تمامیدی نشي او سولې ته رسیدو لپاره باید لومړی کورنۍ ستونزې حل شي یوه ستونزه هم په خپل منځ کې دننه ده د باندې نه موږ پروژې روانخلو د باندې نه موږ نقصې روانخلو هغه نقصې دلته راغلې مصرفونه وسو خو مسله یې حل نه کړه د حکومت پر وړاندې هم ستونزې ډېرې دي ډېرې په دې باور دي چې دولت د سولې پروسه کې ناکامه دی او باید د موازي ادارو جوړېدو پر ځای په هېواد کې سیاسي اجماع پر جوړېدو کار وکړي با ادبیات تسلیم و تضرع نمی شود
به صلح رسید. هر مداراجویی آغاز تسلیمی است و شایعه‌ای ادبیات تسلیم خطرناک، روحی شکن و آغاز پایان دولت جمهوری. مدعا 15 نفر فقط بحث امتیازات و تشکیلات و ایست فقط امروز ای رو خشن نشان دادن، فردا ای رو خشن نشان دادن، پس فردا ای رو خشن نشان دادن. اونمو متن است، اونمو روند است، اونمو هدف است، اونمو تکرار امتیازات است، گپی نویده اون نیست. ولی هازا ما رد میکنیم. خلی دل کیږي چې افغانستان د سولې او جګړې په بد وضعیت کې دی او تر اوسه د سولې پروسې هم نتیجه نه ده ورکړې، خو حکومت هڅه کوي په هیواد کې د لویو پریکړو برخه کې تصمیم نیونې لپاره دولت شورا جوړ کړي. د مصالح علي شورا غړې لیلو محمدي د باور خوځښت رهبر نجیب الله آزاد او د سیاسي چارو تحلیلګر حکیم ناظم را سره پر لیک کړي. درې ورته ډېر ښه راغلاست وایم. ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه منلې ده. خانم احمدي، حق اولویت از خانم هاست، پس با شما آغاز میکنیم. طوری که در مورد پروسه صلح افغانستان از 3 سال به این سو بحث های خیلی زیادی هم صورت گرفته، حالا آقای کرزی طوری که در گزارش دیدن گفتن که حالا پروسه صلح افغانستان به یک پروژه خارجی مبدل شده و نیاز است که به یک پروسه ملی دوباره ما آن را تغییر بدهیم. چه فکر میکنین این مبحث در حال حاضر چقدر منطقی بوده میتونه؟ شما من حیث عضو شورای عالی مصالحه این مسئله را چقدر ممکن میبینین، یا اینکه این گونه اظهارات و تخیلات فقط بخش یا زاویه خیالی داره، یا حالا میشه ما من حیث یک واقعیت آن را ببینیم؟ بسیار تشکر. سلام خدمت شما، خدمت مهمان عزیز برنامه و همه هموطنان عزیز. واقعا موضوع صلح یک موضوع بسیار مهم و خیلی اساسی برای مردم افغانستان و برای جهانیان است. وقتی که ما صلح را داشته باشیم، یقینا که با تمام آرمانهای خود میتونیم که نایل بیاییم. از دیر مدتی است که در رابطه با صلح ریزنی های صورت گرفته در افغانستان که جنگ های طولانی را سپری کردیم. منوز هم کشور در حال جنگ هستیم و انتظار آمدن صلح در مدت زمان کوتاه هم خیلی امیدوار کننده نبوده، برای اینکه جنگ های طولانی حتما وقت میخواید تا ما بتانیم که به یک صلح واقعی و معنادار و دائمی برسیم. دولت افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی، مردم افغانستان در مجموع از آمدن صلح و استقبال میکنند و اولویت کاری جمهوری اسلامی افغانستان و خصوص شورای عالی مصالحه ملی صلح است که بتوانند از هر گونه، از هر رای ممکن به صلح نزدیک شویم و بتوانیم که یک رای حل و مثبت را برای جهت صلح دریافت کنیم. درست، از درست. با تایید صحبت های شما که حالا من حیث یک اولویت مانند اکسیژن صلح با افغانستان و مردم افغانستان مهم است. حالا بحث های خیلی زیاد روی این شد که چرا در یک جای از افغانستان باید مذاکرات میان افغان ها، یعنی دولت افغانستان و طالبان شکل نگیره، ولی مسائل خیلی زیاد مطرح شد. طالبان هم بعضی از توجیهات و دلایل خود را پیش کردن. امروز باز آقای کرزی این مسائل را یاد کردن و اشاره داشتن که یک پروژه خارجی شده که ما نیاز داریم به یک پروسه ملی تبدیل بکنیم. چقدر ممکن است شما که در شورای عالی مصالحه هستین، این مسئله چقدر شما از دید واقعی بینانه قابل عملی شدن میدانید؟ شورای عالی مصالحه ملی برای آمدن صلح و پروسه ملی استقبال میکنه و به هر گونه که باشه که صلح بتواند توسط افغانها و طرف های درگیر و طرف هایی که بتوانند به صلح تن بتن استقبال میکنه و بتونیم از این روند استفاده بکنیم. درست است که ما میخواهیم که یک روند ملی باشه، افغانها در این سهم بگیرن، اتحاد باشه، اجماع ملی و اجماع منطقوی و بین المللی به وجود بیاید و ما بتونیم به صلح نزدیک شویم. متاسفانه هنوز ما بر یک برنامه که بتونه اجماع ملی و بین المللی را از آن خود بکنه، هنوز
فاصله داریم و واقعا مشکل در کجاست؟ مثلا حتما شما در جریان هستید خانم احمدی، طالبان زمانی که میگه که نه ما در دوحه و یا یک کشور سیومی میخوایم مذاکرات را ادامه بدیم، آنم با افغانها و افغانستان نمیم، دلیل اونا چی بوده تا جایی که شما درک کرده باشین و دانسته باشین؟ متوجه هستیم که صلح حالا میزبانی صلح را حالا برنامه‌ای که برای مذاکرات صلح هست طالبان را که تا حد میز مذاکره کشانده شده جامعه جهانی و بخصوص ایالات متحده آمریکا در رأس قرار داشته تانسته که تا این جای کار به پیش برند. حالا برمیگرده به این که چقدر فشارهای لازم برای جهت مخالف دولت افغانستان که طالباز و گروه های درگیر دیگه یا مخالفین حکومت افغانستان اینا میتونن که برای صلح کار بکنن، اراده و تصمیم قاطعی را برای آوردن صلح داشته باشن. برای ازی که حکومت افغانستان من یقین دارم، باور به این دارم که برای حفظ ارزش‌های جمهوری اسلامی افغانستان و برای نظام جمهوریت کوشا هستند و میخوان که صلح را به هر طریقی شوه به ارمغان بیاورند. اما در طرف مقابل که طالبان هستند، اونا از وقت زمان از دست دادن، زمان بسیار به طولانی کشاندن، به این معنا که اونا گاه برای حکومت مشارکتی رای زنی میشه، گاهی هم میبینیم که حکومت موقت رای زنی صورت میگیره و زمان هم حالا خانم احمدی سوالی که داریم مشخصا در این که خب رئیس جمهور غنی، مشاور امنیت ملی آقای محب، همچنان سایر اراکین درجه یک حکومت افغانستان اشارات داشتن که بیاین تا از طالبان خواستن که با افغانستان در یک جای بیاین بشینیم با هم مذاکره بکنیم، ولی طالبان نپذیرفتن. توجیهات در این مورد داره. شما چی فکر میکنید طالبان چرا نمیخواید در داخل افغانستان مذاکرات شود تا سایه خارجی نباشه، فاصله های بیشتر نباشه، رفت آمد و سایر موارد تکنیکی بیشتر زمان را ضایع نکنه؟ در این مورد توجیهات طالبان چی بود که شما میدانید؟ ما همه میدانیم که طالبان حالا گروهی بودن که دهشت آفریدن، گروهی بودن که برای افغانستان، برای مردم افغانستان بحران آفرین بودن و جامعه جهانی همچنان اینا را در خط سیاه خود قرار داده بودن. حالا وقتی که بر طالبان وقت داده شد بر پای میز مذاکره کشانده شدن، اونا از این فرصت استفاده میکنن، میخواین که امتیازگیری بکنن. اگر طالبان واقعا اراده قوی دارن، میخواین که با مردم افغانستان، با حکومت افغانستان و بالاخره با همه طرف های درگیر با صلح و مذاکره به پیش برن، میتونن که از داخل افغانستان و با اونا رد کردن و شما بهتر میدانین چون عضو شورای عالی مصالحه هستن خانم احمدی. حالا دلایل اونا چی است و چقدر قابل قناعت است؟ که یکی از دلایلشان هم است که باید از طریق مذاکره و یا یکی از بحث‌های مذاکره در موضوع صلح آتش بس است که نپذیرفتن تا اکنون. به خاطر از اینکه اگر آتش بس اونا بپذیرن، طبعا موج خشونت‌ها کاهش پیدا می‌کنه و ما می‌تونیم که در صورتی که تامین امنیت شود، در صورتی که آتش بس صورت بگیره، از دو طرف میتونن که از این استفاده خوب بکنن. اما طالبا این یک گزینه بر خود انتخاب کردن که بتونن از این امتیازگیری بکنن. و سپاسگزار هستم خانم احمدی. دوباره به شما بر میگردم و دیدگاه شما رو میخوایم داشته باشیم. ناظم صاحب، میخوایم از اینجا آغاز بکنیم که حالا اولویت پروسه صلح افغانستان چی است؟ چیزی که آقای کرزی و در بعض موارد در آکین دولت افغانستان به ان تاکید میکنه که طالبان بیاین در یکی از ولایت‌های افغانستان هر جایی که اونا خواسته باشن مذاکره بکنیم، و آقای کرزی گفتن که داریم ما جای و امکانات و غیره، ولی مشکل اساسی این است که طالبان را چگونه میبینن؟ طالبان که در دوحه حاضر به مذاکره نیستن، در استانبول حاضر به مذاکره نیستن، آیا از لحاظ شرایطی که قبلا بحث‌های طولانی روی آن صورت گرفته، اولویت این است که ما طالبان حالا بخوایم که بیان به افغانستان مذاکره بکنیم، یا اینکه مذاکره شو، مذاکره جدی و توام با یک نتیجه ملموس؟ با سلام به شما، به خانم احمدی و میمان تان آقای آزاد استودیو، من خدمت شما عرض میکنم، به بیننده‌های عزیز شما هم یک سلام تقدیم میکنم، فراموش نشد. ببینین، یک وقت طالبان در افغانستان حکومت میکردن، نظر من را، موقف من را رسانه‌ها میفهمند
در مقابل طالبایی به هیچ گونه نمایندگی از طالبا یا پشتیبانی از طالبا نیست. طالبا در افغانستان حکومت میکردن، قدرت به دستشان بود. آقای کرزی در کنفرانس بن تعیین شد. حالا آقای کرزی به طالبا پیشنهاد میکنه که شما در بامیان بیاین، هوای خوب داره. پروژه صلح یک پروژه خارجی شده. این در کابل یک اصطلاح است که میگه فلانی سر خود عریضه کرده. پروژه خارجی که 43 سال است که مسئله افغانستان پروژه خارجی شده. اگر شوروی ها آمدن در اینجا، اگر پاکستانی ها آمدن، اگر آل امریکایی ها آمدن یا دیگر کشورها مداخله میکنن، معلوم دار که صلاحیت مردم افغانستان، رهبری سیاسی نخبه های افغانستان برای خارجی ها به خاطر اهداف شخصی خود در طول 43 سال گذشته به فروش رساندن. در مقابل امتیازات کوچک سر از این ما بحث نمی کنیم. بحث سر از است که چرا طالبا به افغانستان نمی آیم. طالبا در مناطق تحت تاثیر و کنترل دولت افغانستان نمی خواهند بیاین. دلیل اول و عمده همی است که اونا نمی خواهند در منطقه بیاین که کنترل از او به دست دولت افغانستان است. دوم، اگر طالبا در طور یک منطقه بیاین، هم ارتباطات را که در قطر یا در استانبول می داشته باشند با رهبری خود و با کسانی که حامیشان است در این جور نمی داشته باشند. سه مسئله مهم ای است که جانب دولت افغانستان و طالبا چندین مرتبه شورای عالی مصالحه هم از یک سالس بالخیر از یک میانجی یادواری کرده. دولت افغانستان یعنی منطقی دلایلی که طالبان ایراد میکنه جناب ناظم صاحب، منطقی به نظر میرسه تا این پروسه ادامه پیدا بکنه و یک نتیجه داشته باشه. در جنگ منطق نیست. جنگ یک مکر و حیله به خاطر به دست آوردن قدرت، شهرت، ثروت، کسب امتیاز است. جنگ هیچ وقت به خاطر منطق و عدالت من فکر نکنم که باشد. اما به اعتمادی کامل وجود داره، هم در کابل یک صدا شنیده نمیشه، به اعتمادی وجود داره، هر روز برنامه های نوی میشه. من یک عرض کنم برای مردم افغانستان، برای بیننده های شما که یک تعداد اشخاص در کابل میخواهند که امتیاز صلح و نام از اونا حق زده شود. هر سه شخصیتی که در رهبری از این مسائل فعلا در کابل از اونا نام گرفته میشه، آقای اشرف غنی، آقای احمد کرزی، آقای عبدالله، هر سه از اینا میخواهند که امتیاز صلح و نام از اینا رقم زده شود. این هم یک مشکل است در کابل. خب حالا بحث مسئله، یعنی من حیث یک سوژه مرکزی، طالبان بیاین در افغانستان مذاکره بکنه با دولت افغانستان و تیم جمهوریت، و سوال اینجاست که آیا این یک اولویت است یا بیشتر تمرکز روی محتوا شود که مذاکرات آغاز شود و یک نتیجه بده؟ شاید همی پیشنهاده که در افغانستان مذاکرات صلح صورت بگیره، ایره هم اگر که آمریکا و متحدین جدی بگیره، طالب های پیشنهاده بپذیره، بگویه که ما فلانی ولسوالی ها در اختیار ماست، بیاین در این ولسوالی ها ما مذاکره میکنیم. یعنی فکر میکنین این یک بحثی هست که امروز باز از سر گرفته شد، در حالی که طالبان اگر سه سال از در دوحه هستن، مذاکره را آنجا ارجحیت میتوا، حتی از آن نیز عقب نشینی میکنن و ما میبینیم در ماهای اخیر مذاکرات افغانستان بین دو طرف افغان نتیجه ملموس نداشت. حالا سوال اینجاست که این اولویت است یا آغاز و نتیجه گرفتن از مذاکرات میان افغان ها مهمتر است؟ مربوط به این است که شما با کی میخواین بحث کنین. طالبا موقفشان، موضع‌گیریشان با مردم افغانستان واضح است. میگه که تنها ما بودیم که بر ضد قوای خارجی، قوای اشغالگر، میگن نیروهای آمریکایی را متحدینش در افغانستان به جنگ و به جهاد ادامه دادیم. تمام مجاهدین باقی مانده اینا تسلیم شدن، اینا بیعت کردن به یهود و نصارا. این موقفشان است واضح و تابال دویج تغییر نامده و حال میگن که ما آمریکایی‌ها را متحدین ناتو را شکست دادیم، مجبور به فرار از افغانستان کردیم و دیگرها با ما بیعت کنه بیاید. و دیگرایی که میآید بیعت هم میکنه، با هر کدامش تصفیه حساب میکنیم. موقف طالبان اینمی است و در این را یک قدم عقب نشینی، یعنی این اولویت است خیلی کوتاه مشخص جناب ناظم صاحب، تا برگردیم به ابعاد دیگه. مثلا
بفرمایید. باز هم من بر شما میگم که به اعتمادی کامل بین هر دو طرف وجود دارد. طالبا از اول تا به حال در فکر امتیازگیری است، یک لیست از امتیازاتی را که میخواهند بگیرند دارند. چه امتیازی را طالبان میتونن از نتیجه مذاکرات بیرون از افغانستان به دست بیارن؟ یعنی مثلا چقدر ربط میتونه داشته باشه؟ اگر مذاکره میشه خب محتوا مشخص است، جایش چرا مهم باشه؟ و شما فکر میکنین که از این طریق طالبان میتونن امتیاز بگیره؟ به این خاطر طالبان از نظر سیاسی کسانی که میخواهد طالبا اینمیال فعلا در یک نقطه که تحت کنترل دولت است، در بامیان باشه، دایکندی باشه، مزار باشه، پنچیر باشه، شما میخواین که طالبا بیاید به دولت تسلیم شه و مذاکره کنه، اونا این کار را نمیکنن. آقای حکمتیار هم این کار را نکرد، یاد شما باشه. قبلا تسلیمی بحث جدای است آقای ناظم، ولی این که شما گفتین که طالبان گویا نمیخواید که در افغانستان بیاین چون میخواید امتیاز بیشتر بگیرن، پس ارجحیت میتا که بیرون از افغانستان مذاکره کنید. هم یک امتیاز بیشتر است که در منطقه تحت کنترل دولت نمیخواین بیاین مذاکره کنن با دشمن خود. خب اونا گفتن که در منطقه ما میایم که تحت کنترل شماست، بازم بله اگر میره، اگر دولت بره شاید تیر اونا در نظر بگیرن. آقای ناظم، چیزایی که از آدرس طالبان گفته شده اونا رد میکنه، میگه نه افغانستان نه. خب من خب بیشتر عرض کردم دلیل دوم خودم گفتم، شما اگر متوجه باشین من سه دلیل برای شما احساس خب دلیل کردم. دلیل که شما اشاره کردین سوال هم از همین جاست که شما گفتین امتیاز میخواه، در اینجا چه امتیازی مطرح هست؟ از سر عرض میکنم دلیل اولش است از نظر سیاسی نمیخواین و دولت کابل امتیاز بتن. دلیل دومش است که نمیخواین ارتباطاتشان در افغانستان که بیایه با رهبریشان و با حامیانشان قطع میشه. از نظر کمیونیکیشن، از نظر ارتباط، تماس هایی را که میتونن در اونجا بگیرن، امکاناتی را دارن که از اونجا میرن پاکستان و میاین. یعنی از افغانستان شما چرا فکر میکنین که اونا نمیتونن برن پاکستان؟ یک تعداد سران طالبان از گوانتانامو آمدن به دوحه به قطر تحت یک شرایط خاص، تحت یک قرارداد خاصی که بین امریکا و طالباش ده، اونا در قطر فعلا در حالت پناهندگی هستن، نامشان هنوزم در لستای سیاس، سیر و سفر نمیتونن، جواز رفتن به جای محدود دارن. اینا تماما شونا میگه تا وقتی که برداشته نشن ما قبول نمیکنیم. اگر ما و شما پافشاری سرازی میکنیم، یک کلمه دیگه عرض میکنم، اگر ما عوض آتش بس فشار تغییر میتیم آجندا را از جای مذاکرات، ما خود ما یک قدم عقب نشینی میکنیم از خواست مردم افغانستان. خواست مردم افغانستان امضای آتش بس است، توافق سر آتش بس است. درست، پس محتوا مهم است، چیزی که سوال اولی بود. جناب ناظم یک جای دیگر را بیاره، یک موضوع دیگر را بیاره، در حقیقت امی کسی که امی پیشنهاد میکنه، شما فکر کنید که آیا به نفع مردم افغانستان میخواه یک تغییر در محتوا بیاره یا به نفع دشمنان افغانستان؟ سپاس. تشکر. آزاد سب تاسې ارخونه څنګه ګورئ؟ پوښتنه مکرر مطرح شوه، ساسو نظرم په دې برخه کې غواړو. لومړیتوب دی دا چې مذاکرات چیرته وشي؟ نن تاسو په مقدمه کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي یادونه هم وکړه چې دوی د بامیان یادونه وکړه په افغانستان کې مذاکرات. تر دې وړاندې افغان ولسمشر هم دا خبرې کړي دي، وړاندیزونه یې کړي دي. د ښاغلي کرزي په خبرو کې تر ډېر د دعاوې وې، ارمانونه وو چې کاش داسې وسي، کاش داسې وسي، او کاش دلته وای، او کاش داسې وای. د ستراتیژي او پالیسي له مخې خبرې تر اوسه نه دي سوي، نه د افغان دولت له ادرسه، نه هم د دغسې سیاسینو له ادرسه. دا چې خبرې چیرې وسي، تر ټولو مهمه خو اول محتوا ده، چې له بده مرغه تر کار ډېر وخت وتې بین افغاني مذاکرات روان دي، اما نتیجه یې ورنه کړه. دویم بحث دا دی، کله چې افغان دولت طالبان ته په افغانستان کې د مذاکراتو وړاندیز کوي، تر دې وړاندې دوه درې کاله کېږي چې ښاغلی غني دا وړاندیزونه کوي او طالبان نه مني. دغه عمده دلایل دا دي، یو خو طالبان په هیڅ عنوان هغه ډول چې دی ادعا لري استقلالیت نه لري. د افغانستان په دې قضیه کې د سولې په پروسه کې تر ټولو مهم رول پاکستان لري، او پاکستان ډېر زیات نفوذ په طالبان لري، او پاکستان هیڅکله طالبان ته ځکه اجازه نه ورکوي چې هغه ډول چې د سولې پروسه د دوی تر کنټرول لاندې ده، البته طالبانو لخوا چې د پاکستان تر کنټرول لاندې ده، هغه دلته تر اغېز لاندې راتللی شي. دوم بحث دا دی چې طالبان دا ویره هم لري که چېرې په افغانستان کې دوی مذاکرات پیل کړي، نو ممکن د ولسونو سره هم مخ شي، د ډېرو مخورو قومي مشرانو سره هم مخ شي، چې دلته بیا یوازې د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو بحث بیا دلته نه رامنځته کېږي، دلته بیا د طالبانو او د افغان دولت او د ولس
بحث را مستګی چې دلته به هر څوک کولی شي چې رسیدګي ولري او هغه رسیدګي ممکن هغه ډول چې د طرح د طالبانو هغه د ستونزو سره مخ سي ولس بیا تر ټولو ډیر قرباني ولس ورکړي د هر ورځې ورکوي او ولس بیا یو ډول ټینګار په هر حال بیا هم دا ستونزمنه تاسو ته بریښي چې په افغانستان کې د مذاکرات وشي که چیرې دې سره تاییدي سرخوروي نو پوښتنه بیا دا ده چې د محتوا له لحاظه دغه سیاسیون پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې توقعات ترې لوړو دیارلس کاله په افغانستان کې حکومت او بالاخره یو ټیم موجودیت او لا هم کله په اپوزیشن کله په یو متحد د حکومت دننه کې د دوی تحرکات هم په دې وروستیو کې لیدل شوي دي او هلې ځلې یې رپورټ شوي. خو اساسا پوښتنه دا ده چې دوی راځي راغونډېږي وایي چې دا به ښه وي چې دا پروسه په یو ملي پروژه په ملي پروسې بدل کړو. بیا د دې نتیجه دا کیږي چې ښاغلی زاخیلوال چې بل اړخ یادوي وایي چې دولت تکراری شوراګانې جوړوي چې دا نتیجه نه ورکوي. خو پوښتنه دا ده چې ستاسو دا دومره غونډې دا دومره تحرکات دا دومره ناستې دومره تنګ ټیکونه ایجادول طرحه څه ده چې تاسو اشاره درلوده په ستراتیژیک لحاظ ولې یو پایله نه لرو؟ دغه توقعات او د دوی وړاندیزونه تاسو بالاخره څنګه ارزوئ؟ آیا دوی نه هم لاره ورکه ده او دومره غونډې چې کیږي بالاخره د یو داسې آپشن وړاندې کول چې هغه کیدای شي ستونزه هواره کړي؟ نه دا چې موږ نقطه سره خط بیرته هغه ځای ته ورشو چې درې کاله مخکې باس پې وشو بالاخره هغه ونه شول. نن ما مخکې په مقدمه کې وویل چې د نن خبرې مطلقې دوایې وي او دوایې خلک په جماعتو کې هم کوي یا ولسي هم کوي چې کاشکې داسې څه وای. ستراتیژي او پالیسي نشته. ښاغلی کرزی چې په ننني مسایلو کې یو څه دخیل شوی دی هغه یوه برخه نه لویه برخه د ننه د سیاسیونو او د ولسمشر ترمنځ سوله کول دي. هغه د طالبانو سره د سولې پړاو بیخي لرې دی. یعنې دلته په خپله ستونزې ځکه ډېرې دي که زاخیلوال صاحب د شوراګانو یادونه کوي په دې کې هم هېڅ شک نشته. شوراګانې بېلابېلې ایجاد شوې، کمیسیونونه ایجاد شول او موږ ولیدل چې دغه د دولت عالي شورا چې جوړېږي په دې کې هم هېڅ شک نشته چې د یوه سیاسي ګوند درې او څلور کسان هلته ځای پر ځای شوي دي. په دې تشکیل کې نومونه اخیستل شوي دي او د یوه کورنۍ دوه درې نفره دي. نو په ټولو کې بېرته د سیاسي سهم بحث دی. دلته تر اوسه پورې هغه په یو ټکي کې چې خلاصه کو، نه د سیاسیونو لخوا، نه دغه تنګ ټانکونه چې تاسو یاد کړل او نه هم د دولت دخوا دغسې کانکریټي ستراتیژي یا پالیسي د سولې دپاره د طرحه وړاندې شوې ده چې هغه د ټول د جګړې تشخیص، تعریف، تفصیل او تجزیه چې څه باعث ول چې دا جګړه شل کلنه سوه، څه باعث ول چې افغان دولت خپل ډېر ستراتیژیک ملګري، ستراتیژیک شرکا، حتی د متحده ایالاتونو په ګډون چې پیسې ورسره لري، د ناټو سره دوه اړخیز تړونونه لري، تر 2024 پورې د برسل تړون دلته شته، اما هغه شرکاو فاصله دلته ونیوله د افغان دولت سره او برعکس د طالبان سره نږدېوالی پیدا شو، ځکه چې دلته د هیڅ ډول ستراتیژي له مخې کار نه اوسی فرد محوري وه. د افغانستان ټول دولت په تېرو شلو کلونو کې په ځانګړې توګه اجرایه قوه حکومت چې په تېرو شلو کلونو کې نه یوازې نن بس دا افرادو چرول او د فردي مفکورې او فکر له مخې په هغه وخت کې د کرزی صاحب لپاره خپلې ګټې ډېرې مهمې وې. دا دوه دفتر په هماغه وخت خلاصېده چې کرزی صاحب مخنیوی وکړي زموږ په یاد دي او وبخښي د حکومت چې غوښتنه یې کول چې په طالبانو باندې وایي بریدونه ډېر د سینند نن د شغلي غنی حکومت نن دغه فرد محور ده. یعنی د پالیسی او ستراتیجی کمښت مش هغه ځای ته بیا چې دا به بین افغاني مذاکرات باندې دا مسله اصلا نه حل کیږي. دا په اوتومات ډول نن هم د نړیوالو د سیمې د قدرتونو د متحده ایالاتونو پر میز پرته ده او تصمیم به هغه نیسي د بین افغاني مذاکرات باندې. دا نیوا کې چې تاسو کوي یو الټرناتیو او بدیل ول نه وړاندې کی که هر څوګار سلری دا سې اوس چې کار د اقل حکومت ناوري ول سره شریک کی او بل اخر دا ډول ناس هم تیریږي په داسې باسو چې دا باسونه په خوا ډېر اوږده وشو بل اخر په یو نه یو ډول نتیجه ورنه کړه، یا طالبونه منل یا سیمې هیوادونه یار څوک یا په تر ټولو مهم امریکا. اوس بس دې تر ګرځي چې بل اخر د افغانستان د سولې پروسه په اصطلاح هغه ډول چې ښاغلی کرزی وایي په یو بهرنۍ پروژې بدله شوې ده، دغه اړخ یې تاسو څنګه ارزوئ؟ که بهرنۍ پروژه شوه نو باید بیا خو د افغانستان خلک یو هېڅ ته په تمه دي، د دې پروژې نه بیا څه ترلاسه کوی شي که دا ډول یو څه وي؟ ګورې پروژې فیزونه لري. یواله دوه مو لومړی فیز دا و چې افغان حکومت یا افغان ټول دولت هغه ساختار چې په بون کې جوړیږي پروژې د امر ځای پیل شوي، له هغه نه وروسته د طالب ټول ساختار پروژه ده. خپله طالب هغه کوم ابزار چې دي، د طالبانو کوم ساختار چې دی، کومه ډله چې ده، دا پروژه ده. او په طریقه وړاندې د دولت پاتې ول او درېیمه بحث خو د سولې راځي. طبیعي خبره ده چې دوی پروژې چې راغلي دي که هغه افغان دولت وي که طالب وي، دواړه پروژې وي، نو سوله هم پروژه ده او دا بین المللي پروژه کېدلی شي، ځکه دلته د
ایوالو ګټي دي دلته د متحده ایالاتونو د سیمه قدرتونو ترمنځ دلته اقتصادي او سیاسي او نظامی ګټي دي دلته تفاهمات او بحث دی دلته د افغانستان قضیه یوازې نه ده چې افغان دولت دا فکر کوي چې د طالبان ترمنځ بحث دی او د بین افغاني مذاکره ده دا که په میانو کې مزر کاله سره شینی نه حل کیږي او دا که په کابل کې سره شینی که دا بحث د قضیه افغانی قضیه نه ده کله چې قضیه افغانی قضیه نه ده کله چې افغان دولت د نړیوالو مرستو باندې تکیه کوي لکه تاسو مقدمه کې د دفاع د وزیر څرګندونه یادونه وکړه نو طالبان هم دغه شی په نړیوالو باندې تکیه کوي د سیمې په قدرتونو تکیه کوي د سیمې قدرتونه دلته خپلې ګټې لري نو د افغانستان به بېل شکه که پروژه وي که ملي سي دا به نړیوال حل کوي د خپلو ګټو لپاره مننه کوو په دې شیبو کې لنډه دمه اخلو بیرته راګرځو په دې بحث سره چې بالاخره څه کیدی شي چې د افغانستان د سولې پروسه او بین الافغاني مذاکرات یو ملموسه نتیجه ورلري راسره اوسئ بیا هم ښه راغلاست څنګه کیدی شي بالاخره د افغانانو ترمنځ مذاکرات پیل او یوې د پام وړ نتیجې ته ورسیږي هغه څه چې له میاشتو میاشتو راهیسې په یو نه یو ډول د یو نه یو دلیل له مخې یا هخوا یا دیخوا له بنبست سره مخامخ شوي او بالاخره اوس یې بیرته زمزمې تودې شوي دي او مصالحه علي شورا ویلي مذاکرات پیلو خانم احمدی از اینجا آغاز میکنیم اطلاعات شما چی است در شورای عالی مصالحه مبحث امروزی چی است که مذاکرات قرار گفته های شورای عالی مصالحه بعد از سه شنبه یعنی یکی دو روز بعد آغاز خواهد شد و همه موارد از طرف دولت افغانستان مشخص شده بحث چی خواهد بود؟ مذاکرات چگونه آغاز خواهد شد؟ و واکنش هایی که از طرف طالبان به دست آوردید گرچه طالبان بیشتر با رسانه ها در این مورد چیزی نگفتند با شما چی گفتند؟ این مذاکرات چگونه آغاز میشه؟ آغاز مذاکرات در دوحه دوباره اثر گرفته میشه و هیئت های مذاکره کننده اشتراک میکنند و محتوا هم طور که شما در آغاز برنامه هم گفتین تا امروز هم تا اکنون هم تاکید برمی است که بر محتوا زیادتر کار صورت میگیره اولویت کاری است روی آتش بس پذیرفتن ارزش های که مردم افغانستان از میخواهند حفاظت بکنند آمدن صلح معنادار و واقعی بر افغانستان و یکی از موارد بسیار مهمی که وجود دارد در این مذاکرات نقش و حضور معنادار زنان در جامعه افغانستان که تمام طرف ها باید به این احترام قائل شوند و این موضوعات بسیار مهمی است که موارد خب تیم مذاکراتی جمهوریت مشخص شده خانم احمدی چهار عضو دارن و این مذاکرات چندین مرحله هم ادامه داشته و تنها در مرحله اول یک نتیجه گرفته شد که بالاخره بر اصول و راهکار توافق صورت گرفت بعد از آن بنبست سر بنبست وجود داشت امروز که یک بار دیگر بعد از توقف 4.5 ماه قرار است مذاکرات طی اطلاعات شورای عالی مصالحه دوباره در دوحه آغاز شود چه هست اجنده حالا شما وارد میشین به یک مبحث و از آنجا باید آغاز بکنین مثلا تفاوت و فاصله را که ما میبینیم از طرف جبهه جمهوریت آتش بس موضوع اول است از طرف طالبان آخرین مورد در 24 موردی که اونا اشاره داشتن پس این تفاوت و این فاصله ها را به چه شکل از بین خواهد برد و این مذاکرات از کجا اثر گرفته خواهد شد ببینین از آغاز روز که مذاکرات آغاز شده هیئت مذاکره کننده جمهوریت بارها بر رسانه ها اطلاع رسانی هم کردند که پافشاری یا صحبت های در این مذاکرات صورت گرفته که همونطور که شما گفتین مهمترین موضوع آتش بس است که در اولویت اجندا قرار گرفته از جانب جمهوریت اما در جانب طالبان در قسمت آخر اجندایشان قرار دارد و موضوعات مختلف دیگه همچنان اما اینجا میبینیم که طالبان از برنامه‌شان از استراتژیشان و از تجربه‌ای که بر مردم افغانستان سال‌های قبل در حکومت افغانستان به دست داشتن نشان داده که یک قدم هم اینا فاصله نگرفتن و آن طوری که گفتم میشه که طالبان تغییر کردن طالبان حالا میپذیرن میخواین که با صلح و مذاکرات بتن حالا هنوز فاصله وجود داره و این مناسبت است که این مذاکرات طولانی شده نتیجه مثبت به دست نیامده اما جانب افغانستان در حکومت افغانستان برای آمدن صلح برای ادامه مذاکرات برای هر گونه راهی که برای خارج شدن از این بنبست
وجود داشته باشه به پیش میره و حاضر است که مذاکره بکنه، حاضر است که برای آوردن صلح حتی قربانی بده. اما جانب طالبان، جانب به خصوص مخالفین حکومت افغانستان که امروز در میز مذاکره طالبان هستند، نقش طالبان خیلی مهم است که در مذاکره حضور دارن. اینا یک حالا اطلاعات چی است؟ مثلا طبعا یک ارتباط گرفته شده، چیزی در میان است از لحاظ محتوایی که جمهوری اسلامی افغانستان خواست هیئت خود را دوباره روان بکنه به دوحه روز شنبه و این مذاکرات از سر گرفته شود. چی گفته شده از طالبان و بالاخره تغییر چقدر دیده میشه؟ محتوایی که وجود داره چی است که این مذاکرات دوباره آغاز میشه؟ حالا ببینیم که مذاکرات زمانی که دوباره آغاز میشه باز هم روزها حتی هفته ها و ماه طول کشید روی یک بحث آجنده یا یک بند آجندا بحث صورت گرفته. حالا که مذاکره آغاز میشه جانب عمدتاً در غک چه رازی در سکایپ للار در پدی مانوی چه انترنت خورا کمزوره در لحا خوانه نو موگ مبیا هم اغلی احمدی تا منتظر شو وقتا پا کتوب بیرت زینی مسئله رو سر مطرح کو آقای نازم. حالا ما میبینیم پیچیدگی های زیاد آمده رفت در پروسه صلح افغانستان به خصوص مذاکرات میان افغان ها و ابعاد خارجیش خیلی مهم گفته شده. بالاخره طالبان بود که از مذاکرات بدون این که یک دلیل مشخص باشه با گفته این که با گفته هیئت مذاکراتی جمهوریت که اونا گفتن که ما روی اجندا و مواردی که شما دادین 4 ماه قبل مشوره میکنیم، سرانشان رفتن پاکستان و بالاخره آمدن و بالاخره نتیجه معلوم نشد، دوباره رفتن باز آمدن، هنوز هم چیزی مشخص نشد. طالبان که در گفتمان ها حالا فاصله گرفته و بیشتر در میدان نبرد متاسفانه فعالیت بیشتر داشتن. ابعاد خارجی یکی از مهمترین نکاتش که یاد میشد این بود که فشارهای لازم باید وارد شود بالای طالبان. حالا چی فکر میکنین؟ نیتو یک بار دیگر تعهد میکنه ظاهرن که تا 2024 با قوای امنیتی و دفاعی افغانستان میمانند. همچنان گزارش ها در مورد ساخت و ساز پایگاه ها آن طرف خط دیورند یاد میشه و فشارهای دیگری که هنوز بالای طالبان مانده و طالبان انتقاد داره که بر وفق توافقنامه دوحه باید برطرف میشد، ولی تحلیل ها بر این است که طالبان نتانستن اطمینان بتن در پروسه صلح افغانستان باید پیشرفت میشد که نشد و این تحریم ها پابرجا ماند و فشارهای دیگر سیاسی نیز. چه فکر میکنید در این مورد اقدامات شده و اقدامات کافی بوده که این بار اگر مذاکرات آغاز میشه و سر گرفته میشه ما نزدیک شویم به یک نتیجه از مذاکرات میان افغان ها؟ افغانستان یک استراتژی بسیار کامل، بسیار واضح برای صلح وجود داره که ختم جنگ است، آتش بس است، مذاکره روی یک دولت انتقالی است در زمان آتش بس و بحث روی کار بر تعدیل قانون اساسی و ایجاد دولت پس از صلح و انتقالی می باشد. این استراتژی بسیار واضح است، در این شک و شبهه نیست و این با دعا هم نمیشه، این کار عملی میشه و ما برنامه‌های عملی و راه‌های حل عملی دادیم و میتیم و خواهیم داد. حالا در مسئله که شما سوال کردین، بله امریکا، ناتو و جامعه جهانی تعهداتی را بر دولت افغانستان میتن، بر قوتهای مسلح افغانستان میتن. دولت افغانستان هم سفیرش در مسکو گفته که ما از مسکو ممکن است دوباره اسلحه خریداری کنیم و پایگاه های ایرم امریکا در منطقه میخواهد و دور و دور سرحدات افغانستان در نظر داره که بعد دست بیاره تا از اونجا بتانه اوضاع رو کنترل کنه. اگر هرگاه از کنترل خارج میشه اونا بتانن و از سه وقت دوباره بیاین. اما هر کدام این تصامیم میتانه که انعکاس دوگانه داشته باشه. اول حس به اعتمادیه که بین طالبا و جانب دولت هست ایره میتانه زیاد کنه که از یک طرف امریکا میخواه که ما صلح کنیم، در یک دولت مشارکتی انتقالی اشتراک کنیم و از طرف دیگه میخواه که دولت کابل تقویه کنه در مقابل ما. این تاثیر منفی همچنان همی ایجاد مراکزی که در پاکستان است، طالبان در مقابل از اکسل عمل شدید از خود ابراز کردن که ما اگر شو ما تصمیم میگیریم که در مقابل از او چی برخورد کنیم. چرا مذاکرات؟ بله زاورم زاورم آزاد بس بله هم دیزه پیل کو که ادوارد خونه را واخلو طالبان او افغانان پکردنه دولت سیاسی نو
په ټوله کې د افغانستان اوسنی نظام او طالبان او بهرنیان په راس کې امریکا او د دوی نور متحدین فکر کوي چې دا لړۍ چې باید لومړی بهرنی اړخ لکه طالبانو چې مذاکرات پیل کړل دو دوی زام دا او چې اول به بهرنیانو سره مسایل حل کړو او بالاخره بیا به وارد شو بین الافغاني مذاکرات ته په هغې کې بالاخره یو توافق وشو د 2019 کال د فبروري په 19مه چې ډېر موارد نن هم نه دي عملي شوي او دغه راز د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسئله هم څو میاشتې وځنډېده چې اوس څوک وایي د جولای نیمۍ څوک وایي سپتمبر 11مه چې رسمي اعلان دی خو آیا د طالبانو او بهرنیانو ترمنځ شوي توافقات او هغه ډیل او معاملات چې باید د بهرنی اړخ د افغانستان د سولې او جګړې یوې خواته شوي او د طالبانو سره هغه مسایل حل شوي دي که نه هماغه اصلي مسایل دي چې بیرته طالبان هم ټاکنی کوي جګړې ته هم بالاخره لار پرانیزي او لاین حل پاتې د طالبانو د متحده ایالاتونو ترمنځ تیر کال چې کوم توافق سوی دی تر ډېره بریده عملي سوی دی یعنی په هغې کې هغه مهم ټکي دا و چې طالبان به پر متحده ایالاتونو بریدونه نه کوي او متحده ایالاتونو پر طالبانو بریدونه نه کوي په دې منځ کې ډېر کم ټکو پوک سوی دی د دې ترمنځ د متحده ایالاتونو د پوځیانو او د ټولو نړیوالو پوځیانو ناټو هیوادونو پوځیانو وتل د افغانستان څخه که څه هم په نیټه کې ځنډوالی راغی یعنی د مۍ تر لومړۍ یعنې دغې میاشتې تر لومړۍ نیټه باید دوی وتلي وای اما هغه وتل پیل شول څو میاشتې ځنډ پکښې راغی په ټوله کې یعنې د تړون د پلي کولو هغه پروسه پیل او تر ډېره بریده یعنی اویا فیصده یې تکمیل شوی ده چې کله پروسه پیل شي پاتې سوه ده د طالبانو لخوا چې ځینې نور هغه امتیازات چې په هغه تړون کې راغلي دي طالبان په دې باور دي ځکه طالبان په هغه تړون کې داسې طالبان مخاطب شوي دي چې دوی به په افغانستان کې هغه کسان ته پاسپورټونه ویزې نه ورکوي چې د متحده ایالاتونو یا د متحده ایالاتونو اتحادیان ته ګواښ وي دا پخپله په دې معنا چې دلته یو ډول په غیر مستقیم ډول دا دولت او یا د حکومت هغه شکل دی ته ورکول سوی دی چې طالبان همدغه ډېر زیات امتیاز بولي او ټینګار په همدې کوي چې د دوهې په دوحه کې باید د قطر ناسته ترسره شي پس د طالبانو او بهرنیانو ترمنځ تر اوسه مسایل حل نه دي هغه ډول چې باید وای و په بشپړه توګه خو نه دي حل شوي په دې کې شک نشته بشپړه توګه حل نه شي هغه څه چې تاسو یې منئ آزاد صاحب فکر کوئ چې افغاني اړخ به کوم رنګ راوړي نه له بده مرغه زه خو په ټوله کې دا قضیه افغاني نه بولم دا قضیه د متحده ایالاتونو د سیمو ته قدرتونو ترمنځ ده نو افغاني بولې اصلا هیڅ ډول هغه نه لري تاثیر نه لري یو بله دا نشنې ډېر لویه خبره چې ده موږ تاسو دې شاهدان یو چې همدا اوس په شدت ملیشه سازي روانه ده نو کله چې یوې خواته سولې ته کار رواني یعنی طالبان په خپل ټول شدت جګړه کوي دا اوس په شاوخوا شپږویشتو ولسوالیو کې ډېره سخته جګړه روانه ده طالبانو دخوا د دې خوا بیا ملیشه سازي روانه ده دا په ټوله کې یعنی د دواړو خواوو هغه نیت اراده او تعهد سولې ته ښیي چې په یو خوا کې هم دا دواړه افغان اړخونه آزاد صاحب همدا ځای کې یو بل بحث هم تاسو اشاره درلوده رامنځته کیږي چې دا نړیوال څه کوي امریکا او ناټو لګیا دي په څه بوخت دي اخوا ته افغان حکومت ته ژمنه ورکوي چې موږ خو 2024 کال پورې تاسو سره یو او هغه ډول چې د دوهې توافق کې لیکل شوي طالبانو ته ویزا او پاسپورټ او تذکره به چاته نه ورکوي او دې خواته لګیا دي په یو نه یو ډول دواړو اړخونو کې لوبیږي هم دی پورته کوي هم هغه هم په هغه فشار هم دوی څه روان کړي دي د دغې پروسې سره او دا څومره کولی شي په ټوله کې د افغانستان د سولې په هکله هیله منتیاوې د هرې ورځې په تیریدو لا ډېرې وګواښي او بالاخره هغه ډول چې اندېښنې شته یوه تمام عیاره کورنۍ جګړه تر دې شدید حالت کې رامنځته شي ګوره که د اصلاحاتو هغه اصلاحات چې په تړونونو کې کارول شوي دي د افغان دولت سره په خاص ډول د یغو حقوقي تعریف ته راسو په بي سي کې دا ویل شوي دي که په افغانستان خاوره باندې یرغل کېږي یا برید کېږي متحده ایالاتونو به دفاع کوي او دا برید وکړو متحده ایالاتونو یمه په کونړ باندې شپږ اووه کاله راکټونه راځي خو متحده ایالاتونو هېڅکله دفاع ونه کړه ځکه چې پاکستانیان وتوانېدله چې دا ثابته کړي چې دا په افغان خاوره باندې یرغل نه دی بلکې په ترهګرو باندې برید دی او افغان دولت ونه توانېده چې دا ثابته کړي چې دا په افغان خاوره باندې برید دی همدغه رنګه په 2024 پورې د افغان دولت سره د همکاروي خبره شوې ده همدارنګه د څو ورځې وړاندې د متحده ایالاتونو د امنیت د شورا سره کال چې د افغان سیال سره خبرې وکړې او خپلو همکاریو ته د ادامې خبره وکړه یا ټینګار وکړ د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو سره د مرستې یا همکارۍ ټینګار دی کړی دی د غني د ادارې سره د مرستې بحث نه دی رامنځته سوی د افغان دولت سره افغان دولت که اوس حقوقي تعریف ته راولي ممکن دی دا تعریف ولري چې سبا بل حکومت راځي بل دولت راځي یا دغه
سختار موږ د افغانستان سره د مرستې بحث کړی دی د اوسني جمهور رئیس د ادارې سره نه نو دی په حقوقي لحاظ کوم اصلاحات کاروي له بده مرغه غزه فت دلته په دولت کې پرون هم نه و نن هم نشته چې هغه په هماغه ډول تعریف او تفصیل او تجزیه کړي متحده ایالاتونه خو روښکاره خبر ده چې زبرځواکه هیواد دی په ټولو تخنیکي مسایلو کې همدومره ځیرکوالی شي په ټوله کې د افغانستان په قضیه کې متحده ایالاتونه تر اوسه د سیمې د قدرتونو سره هغه تفاهم ته نه دي رسیدلي چې باید ورسیږي کومه لحظه چې د سیمې د قدرتونو سره د چیوی کا پلس ناسته تر سره سوه په هغه کې طرفین معلومه متحده ایالاتونه پاکستان چین او روسیا طرفین یعنی د سیمې قدرتونه همدغه درې هیوادونه متحده ایالاتونه سره د مسایل مسلې ته پوښتنه چې مطرح شو چې امریکا او ناتو څه کوي فکر نه کوي دا یو ډول سیاسي کلاکشک شو یعنی دوی په نظامی لحاظ باندې وایي چې موږ سپتمبر 11 پورې وځو او بیا هم دلته راځي بیرته لوبیږي فشار دوی واردوي عناصر او هغه المنټس چې د دوی سره لا هم موجود دي هغه د دوی په لاس کې پاتې کیږي دغه سیاسي کلاکشک د څه لپاره دی په دې عقل لاندې راته وایي جناب آزاد صاحب په دې کې هیڅ شک نشته چې متحده ایالاتونو ناتو خپل پوځیان له افغانستانه باسي ماموریت نه ختموي ماموریت ختمېدل او پوځیان یې صرف دوه بیل بحثونه دي دغه سیاسي کلاکشک د اصطلاح تاسو وکاروله دا همدغه د سیمې د قدرتونو سره ده یعنی تر اوسه پورې د چین او د روسیې او په ځانګړې توګه د پاکستان سره چې هغه د بریجنګ رول لوبوي هغه تفاهمات ته نه دي رسېدلي چې د متحده ایالاتونو او د سیمې د قدرتونو سیاسي اقتصادي او نظامي ګټې د مسؤلیت عمومي کومه لحظه چې دغه مسؤلیت یا د دې ترمنځ تفاهمات رامنځته شي یو ډول اعتماد سازي وشي بیا به سیاسي کلاکشک ته ډېره بریده راکم شي اما تر هغو چې د دې ترمنځ د سیمې قدرتونو متحده ایالاتونو ترمنځ مسایل د تفاهماتو لارې تر یو بریده نه وي تضمین شوي د افغانستان په افغانستان کې به دغه سیاسي کلاکشک د قدرتونو همدغسې جاري وي ډېره زیاته مننه که آزاد صاحب درې دقیقې وخت لرو یوه یو دقیقه به توضیح کړو خانم احمدي با شما شما در شورای عالی مصالحه چگونه میبینین به مسائلی که آقای آزاد اشاره داشتن هنوز هم کشورهای قدرتمند چی در منطقه و ایالات متحده آمریکا و ناتو با هم کنار نیامدن تضاد منافع وجود داره و این مزاحمت میکنه به نتیجه گیری از پروسه صلح افغانستان دیدگاه شورای عالی مصالحه چی از این مورد اخیرا آیا افزایش یافته ای اجماع منطقه‌ای و جهانی طبعا شورای عالی مصالحه بر یک اجماع منطقوی اجماع ملی و بین المللی میخواد که دسترسی پیدا بکنه و کوشاست در این مورد اما ایالات متحده امریکا و کشورهای زی دخل در مورد صلح در افغانستان بیشتر منافع خودشان منافع ملیشان و منافع کشورها و منطقه خود بیشتر در نظر میگیرن حالا تشویش نگرانی هم در این وجود داره که کشورهای جهان به خصوص ایالات متحده آمریکا در زمینه پروسه صلح با مردم افغانستان و با پروسه صلح باید همکار باشه سپاس. و در این زمینه سپاسگزارم خانم احمدی جناب ناظم صاحب اگر با در نظر داشته واژه های خیلی سوکلیده که حالا میشه اجماع منطقوی و اجماع جهانی یک کشور را نام ببریم پاکستان آیا در این اجماع هایی که یاد میشه و بالاخره در پروسه صلح افغانستان آنچنانی اقدام کرد که نیاز بود آیا پاکستان نیست که تا امروز مشکل ایجاد میکنه و آیا تا زمانی که واقعا از جایی که پاکستان میتونه تحت فشار بیاید تا عملا اقدام بکنه و بالاخره به یک نتیجه برسه این پروسه فکر میکنین ما داریم به کجا میریم ما فکر نکنم که پاکستان هنوز هم اعتماد عزیز داره که آنچه که میخواه از خاک افغانستان و از سرحدات افغانستان امو امتیازات به دست بیاره و به امو خاطر است که پروسه جنجالی شده پاکستان 40 سال گذشته 43 سال تانسته که از کشورهای عربی از امریکا و متحدینش امتیاز بگیره و در مقابلش بسیار کم به تعهدات خود وفا کنه و در این تجربه کافی و امکانات کافی پاکستان داره و تمام توانمندی را پاکستان داره که پروسه پس هنوز هم جهانیان و جاهای فشار میته که نتیجه نخواهد داد بله و مردم افغانستان باید که در اینجا سهم بیشتر خصوصا در جانب دولت در کابل من فکر میکنم که لازم است که تغییرات عملی به وجود بیاید سپاس یکی از تغییرات تازه این است که پاکستان تازه داره بالای بعضی از مناطق ولسوالی اچین حملات خود را ادامه میتن مسائلی که از طرف مسئولین امنیتی افغانستان در منطقه تایید شده سپاس آقای ناظم در طول مسائل پا پام کنی ولسوالی یه دقیقه که آزاد صاحب در یه پیچلی پوختنی تا ممکن جواب را که پاکستان لحر پروسه و تلیو بیا هم لوبیگی
هغه ډول لوبیږي چې د نورو هیوادونو هم ځینې اړخونه پکې رانغاړي خپل هم او په نتیجه کې موږ یوې پایلې ته نه رسیږو چې د افغانستان د سولې رانږدې کېدو شاهدان اوسو. فکر کوي چې په دغسې یو مسیر او حرکت کې به موږ د دغې پروسې نه یو ملموسه نتیجه واخلو؟ له بعد موږ هم ډېر کم فرصت لرو، یعنې هر ډول چې لازمه وه چې یو قوي او فعاله ډیپلوماتیک ادرس ولرو هغه دستګاه موږ ونه لرله. نړیوال کولی شي، متحده ایالاتونو ناټو هیوادونه کولی شي پاکستان باندې هغه ډول چې لازم دي فشارونه واردوي، لاکن نه واردوي، ځکه پاکستان د متحده ایالاتونو 350 کلن ائتلافي هیواد دی او په سیمه کې د هغه لپاره ډېر مهم دی. یو د افغانستان ګټې دي او بل د متحده ایالاتونو ګټې دي. متحده ایالاتونو په وار وار ویلي، جو بایډن چې کوم وخت سناتور هم دی، ویلي چې پاکستان هیڅکله د افغانستان ځای افغانستان هیڅکله د پاکستان ځای ناسه نشي کېدی د دې په ملګرتیا کې، طبعا چې دلته سیمه کې د دې ګټې دي. اما مشخصا د افغانستان قضیې ته راسو، له بده مرغه نه، موږ نسو کولای هغه ظرفیت، هغه صلاحیت، هغه امکانات اوس نه لیدل کېږي په دې کم موده کې چې افغان دولت یو تپانیږي چې له دې بحراني حالت لري افغانستان وباسي. اما تصمیم به ته نړیوالو د سیمې قدرتونو نیسي، هغه چې هر ډول وو. ډیره زیاته مننه ښاغلی آزاد، آغلی احمدي او جناب ناظم صاحب چې په دې بحث کې راسره لیدونکو له تاسو هم په مننه تربیه.